فیروزه جابانی اینجا در استودیو. فیروزه، مراسم خاکسپاری کیان 10 ساله ایزهی بود. مراسم خاکسپاری کیان رو دیدیم که او را در واقع مردم قرص ماه تشبیه کردند و او را شاه خواندند، شاه پسرها، و در واقع از او ستایش کردند، هم براش دست زدند، هم علیه خامنه‌ای و در واقع حکومت بچه کش شعار سر دادند و گفتند که خامنه‌ای سپاهی بسیجی داعش ما شمایی. اما روایت‌های مادر کیان رو داریم. مادر کیان گفته که به همراه فرزند دیگرش دیده که ماموران لباس شخصی اومدن و شلیک کردن. همین الان هم پدر کیان در بیمارستان اهواز بستری هست و علارغم همه تهدیدهایی که هم در مورد بچه دیگه این خانواده شده بودن، این خانواده، و هم در مورد پدری که الان در بیمارستان هست، دیدیم مراسم برگزار شد و حضور گسترده مردم رو در ایزه دیدیم. حتی دیدیم که در برخی تصاویر مردم شعار آزادی سر میدن و یاد میکنن از کشته شده های ایزه که در تابستان 1400 جوان 17 ساله‌ای که نام او را میآورن به نام هادی بهمنی و میگن در روز آزادی جای هادی بهمنی خالی، جوان 17 ساله‌ای که او هم به ضرب گلوله کشته شد در اعتراضات تابستان که به دلیل مشکلات معیشتی و آب آشامیدنی بود، اون اعتراض‌های گسترده در خوزستان و به خصوص در ایزه که کشته های بسیاری داشت. روایت مادر در واقع این کودک آرزو داشت که مهندس روباتیک بشه و با خدای رنگین کمان اون تست کوچک قایقش رو انجام داد. روایت مادر این کودک رو بشنویم بر سر مزار فرزندش روز خاکسپاری. باز برمیگردیم بیشتر با هم صحبت. اگر که ممکن است بتونیم تصویر مادر کیان رو ببینیم. فیروزه، امروز مراسم خاکسپاری دیگری هم داشتیم. بله، مراسم خاکسپاری آیلار حقی، دختر دانشجویی که در اعتراضات 25 آبان بود، بعد ماموران امنیتی او رو دنبال کردن به یک روایتی و بعد او به یک ساختمانی رفته و این تعقیب و گریز ادامه داشته تا او را از بالای ساختمان پرت کردن. در تبریز. امروز مراسم او در وادی رحمت تبریز برگزار شد و یادداشت‌هایی که گرفتیم و تصاویری که گرفتیم، نیروهای امنیتی بودن، موتور سوارهای لباس شخصی بودن. اول تهدید کردن که مردم نرن، بعد تهدید کردن که دور تا دور وادی در واقع رحمتون آرامستان رو گرداگردش رو گرفتن و بعد حتی روایت داریم که چند دانشجو که احتمالاً از دوستان آیلار بودن رو بازداشت کردن و در واقع به خانواده سوگواران و به عزیزان سوگوار اونها رو مورد ضرب و جرح قرار دادن. ببینیم آنچه که گذشته امروز در وادی رحمت تبریز. Bye.
پریسا، همونطور که میبینیم مراسم‌های سوگواری فقط مراسم مویه کردن و گریه نیست. مراسم‌هایی هستش که همزمان مردم مخالفت خودشون رو با حکومت و اساس نظام نشون میدن. طبق آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران تا به امروز دست کم این خیزش انقلابی 342 کشته داشته و دست کم 43 کودک در این خیزش انقلابی کشته شدن. برای همین و چون جغرافیاش هم گسترده بوده، ما تصاویری که میگیریم در مورد مراسم خاکسپاری یا چهلم در جای به جای ایران هم هست. امروز همزمان مراد بهرامیان که پدر سه دختر بوده در سمیرون مراسم خاک سپاریش بود. او هم در همین اعتراض‌های اخیر کشته شد و با وجود برف شدید مردم رفتند و در واقع مراسم او را به جا آوردند و همزمان شعار علیه حکومت سر دادند و خواستار دادخواهی این پدر شدند که سه دختر داشته. ببینیم مراسم سمیرون را امروز. آزادی مراد رحمان سمیران به سخت آبان حال انبوی از جمعیت دوباره شهید ایرای آزادی مسلم رحمان 27 آبان 1401 سمیران در بوکان هم البته امروز کشته شده دیگری رو به خاک سپردن. بله، بوکان این چند روز هم پر التهاب هست، هم اعتراض ها رو داره و هم اینکه کشته های اخیرش در این چند روز گذشته برای دو روز قبل ستم بود و امروز تصویری دریافت کردیم از روستای سهولان، اگر که درست بگم در بوکان، آقای غفور مولودی بودند که به ضرب شلیک گلوله مستقیم 26 آبان جان باختن و امروز مراسم خاک سپاریشون بوده. دریافت کردیم از این روستا در بوکان مراسم خاک سپاری این جوان، این رو هم ببینیم. ممنونم از تو فیروز جابانی. ببینیم این تصویر.